همه ما به خوبی میدونیم که در سال 2019 قبل از اینکه بخواد سال بشه 2020 خیلی از افراد ثروتمند در این دنیا با کمپانی آنچنانی شرکت آنچنانی کوچیک و بزرگ برنامه های خیلی جالبی رو برای سال آینده داشتن و اعلام پیروزی ها کردن ما این کار رو میکنیم ما این میشیم ما این میشیم همه ای اخبارم به گوش ماها رسیده و چه بسا در بین ما افرادی بودن و چه بسا خود ما ایماندارا آرزو منم این بود سال 2020 ما کلیسا می خریم سال 2020 ما تلویزیون استدیوی خودمون رو داریم مدام روی ماهواره هستیم اما قافل از این که این گونه نشد این گونه نشد اما میخوام یک تجربه رو به شما عیزان بگم از اونجایی که ما یاد گرفتیم آموختیم برای هر موضوعی در ایمان به مسیح چه بنوان که به عنوان خادم کشیش، عضو کلیسا نو ایمان در ابتدای قلم روی قبل از تصمیم اراده خدا رو بخواهیم من بر رهبران کلیسا وقتی که مشغول دعا شدیم برای سال 2020 همون شبی که قرار بود تحویل بشه ساعت دوازده اما قبل از اون خانه برادر امیر عزیز بودیم خواهر شادی و بردر امیر وقتی ما دعا می کردیم بردر امیر از طرف خدا نبوت کرد و اون موقع صحبت از کرونا و این قصه ها نبود و اگر بود اینقدر جهانی نشده بود و گفت خداوند با قلبم صحبت کرد که ما سال 2020 سال بسیار سختی خواهیم داشت اما خدا با قلب من صحبت کرد که من شما را عبور خواهم داد و راستیتش آنچه را که برادر امیر گفت برای خود من یه خورده تعجب بود که چی شد که سال 2020 ما همه به دوست داشتیم اتفاقای خوب بیافته فرداش که یه سال تحویل شده بود من صبح زود بلند شدم در حضور خدا رفتم باور بفرمایید خدا با قلبم صحبت کرد گفت امسال سالی است که من شما را از روی کوه ها نمیبرم از توی دره ها پایین کوبا کوه عبورتون میدم تا شما را از خطرات حفظ کنم و برای من کاملا مکشوف شد که شاید سالی نیست که ما درش افتخارات آنچنانی داشته باشیم پیروزی آنچنانی داشته باشیم لذا شد دیگه ما الان تو کلیسا نیستیم من در استدیو در خدمت شما هستم این هنر و در یاسر عزیز هست که اینجا را شباعت کلیسا الان درست کرده و فیض خداوندمون هست پس سالی بود که ما خیلی برنامه داشتیم خیلی هم مینستری های مسیحی برنامه داشتن اما خدا با قلب من این گونه صحبت کرد ولی به من این اطمینان داد که توی این دره ها دارم شما رو حفظ میکنم اگر اون بالا نیستید من اعتماد دارم شما اعتماد دارید به خدا که مشکلات در سختی و سختی ها مطابق نامه رومیان 828 برای آنانی که خدا رو دوست دارن و اراده اون رو میخوان به نیکویی تبدیل میشه آمین بگو آمین برای تو هم به نیکویی تبدیل میشه این چشمانداز من و تو هستش حدود یک هفته بعدش یکی از دوستان ایماندار از اروپا من زنگ زد گفت بعد رسول خدا با قلب من صحبت کرده که امسال سال بسیار سختیه ولی گفته من شما رو عبور میدم سه نبوت خدا با قلب من صحبت کرد با برادر امیر عزیز صحبت کرد با برادر علی عزیز از اروپا من زنگ زد ایشون گفت هر سه یک نبوتی رو ما گفتیم این گونه است که وقتی که ما در حضور خدای خودمون میریم و دعا میکنیم خداوند قلب ما رو فکر ما رو احساس ما رو از غرور انسانی میشوره و پاک میکنه تشویقت میکنم که برای تصمیمات توی زندگی اول تاییدش رو از خدا بگیر و اون زمان هست که مسلم بدون که خداوند تو رو برکت خواهد داد در کتاب امثال 27 یک میخوانیم اعلام میکنه درباره فردا با غرور صحبت نکن نمیگه دوراندیش نباشه نه دورندیش باید باشیم اتفاقا ما فرزندان خدا قبل از اینکه دورندیش باشیم کتاب مقدس دورندیش به ما دوراندیشی رو میآموزه کتاب دانیال کتاب مکاشفه به ما میآموزه که در روزهای آخر چه اتفاقی میفته پس دوراندیشی قسمتی از برنامه زندگی ما هستش درباره فردا با غرور صحبت نکن اون غرور شیطانی این که من تکیه بر خودم میکنم چرا که این آسیب به من میزنه اونقدر من آسیب میزنه که شادی من رو میگیره آرامش من رو میگیره اکثر ایمانداران در این دوران 2020 وقتی به کرونا رسیدن به هم که میرسیدن این گونه صحبت میکردن کلام خداوند میگه در روزهای آخر وواها میاد نگاه کن یه لبخند میزنن چون میدونستم چون از قبل گفته شده بود چون کلام رو خونده بودن پس لزومی نداشت که بترسن ناراحت باشن ما میدانیم که در روزهای آخر چه اتفاقی میفته پس باعث ترس و غم ما نمیشه تشویقت میکنم هر روزه کلام رو بخون با کلام همراه باش درباره فردا با غرور صحبت نکن زیرا نمیدانی که فردا چه پیش خواهد آمد به همان گونه که عرض کردم هرگز بر این نیستش که ما نسبت به آینده اندیشه نداشته باشیم اما نسبت به آینده اندیشه داریم آیندهمون رو به دست خدا میسپاریم تصمیماتی که گرفتیم به دست خدا میسپاریم و مجال نگرانی و ترس رو نمیدیم امروز حتما لازم هست هر انسانی با دوراندیشی نسبت به وضعیت مالیش شرایطش خانوادش فرزندانش فکر کنه اما اگر فکر و اندیشه من باعث تلخی من با خودم تلخی من با همسرم تلخی من با فرزندانم تلخی من با اطرافیانم ترس من بشه خستگی من بشه عزیزان این مسیری نیستش که خدا برای منو تو تعیین کرده شد چون در این مسیر شادی نیست آرامش نیست و غم خواهد بود